درود بر همه همیهنان و دوستان ارجمند، سپاس بسیار. عنوان سخن امروز همچنان که از پیش مشخص شده بود این بود که نگذاریم ترکمنچای دومی را جمهوری اسلامی برای ما رقم بزنه. مهمه که یک توضیح راجع به این عنوان بدم. قرار داده 25 ساله همکاری جمهوری اسلامی با چین از نظر ظاهر کار شباهتی به ترکمنچای نداره، بیشتر شبیه قرارداد 1919 است که بسته شد، ولی زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات گسترده میهن پرستان لغو شد که در موردش توضیح میدم. از اونجایی که ترکمنچای در فرهنگ سیاسی ما تبدیل شده به واژه‌ای که با خودش ننگ و خفت و سرشکستگی ملی رو به همراه داره و در حقیقت یادآور یک شکست بسیار تلخ و جدا شدن بخش‌های بزرگی از کشورمون از بدنه اون بوده، عملاً در یادمان ایرانیان به عنوان یک شکست، یک اضمحلال، یک انزوا و یک نقطه عطف بسیار منفی در تاریخ ایران به درستی به شمار میاد. از این رو هنگامی که میخوام اهمیت این مطلب رو نشون بدیم که چقدر میتونه به کیان کشور آسیب برسونه و چقدر میتونه در دراز مدت باعث سرشکستگی ایرانیان بشه، از واژه ترکمنچای استفاده میکنیم. در حقیقت ما دو تا معاهده با روس‌ها بستیم، یکی گلستان 1813 و یکی ترکمنچای 15 سال پس از اون، یعنی 1828. حدوداً هر دو اینا نزدیک 200 سال پیش بوده. در قرارداد گلستان ما سرزمین‌های خیلی بیشتری هم از دست دادیم. داغستان، گرجستان، اران که امروز بهش میگن جمهوری آذربایجان، همین باکو و قره‌باغ بخشایی بود که ما در معاهده گلستان از دست دادیم. و بعد در 1828، یعنی 15 سال بعد که جنگ های دوم ایران و روس شروع بختانه با شکست ایران به پایان رسید، معاهده ترکمنچای بسته شد که نه تنها بخش های پیشین رو پس نگرفتیم، بلکه ارمنستان، بخشی از تالش و منطقه نخجوان رو هم از دست دادیم. در ضمن روسا در ایران کاپیتالاسیون هم به دست آوردن. با اینکه از نظر حجم سرزمین هایی که از دست رفت، مساحت سرزمین هایی که از دست رفت از مام میهن، قرارداد ترکمنچای شاید یک هفتم قرارداد گلستان بود، ولی از این نظر که سهه گذاشت به پیمان پیشین، یعنی گفت ما پیمان پیشین رو قبول میکنیم، دیگه مدعی نخواهیم بود، و بخش دیگری هم از دست داد، نمونه آشکار شکست یک سیستم ناکارآمد، بسیار فاسد، به هم ریخته و عقب افتاده ای بود که ما به نام ایران دوره قاجار می‌شناسیم. از این رو ترکمنچای نماد شد. در 1919 پایان جنگ جهانی نخست، وسوق الدوله که نخست وزیر بود در ایران به همراه دو تا وزیرش، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله، مذاکرات پنهانی داشتن با لورد کرزون و سر پرسی ساکس در ایران و نهایتاً قراردادی رو منتشر کردن به نام قرارداد 1919 معروف شد. با اون قرارداد ایران عملاً بخش‌های بزرگ کشور رو هم از دولتی و یا نظامی تقریباً واگذار می‌کرد عملاً به بریتانیا و مستعمره غیر رسمی بریتانیا میشد. یعنی ما میشدیم یه هند دیگه. در اون قرارداد آنچنان که خود نشریات انگلیسی منتشر کردن بعداً، مبلغ قابل توجه رشوه داده شد هم به وسوق الدوله و هم به دو وزیرش. مجموع رشوه ها 130 هزار پوند انگلستان بود که اون زمان پول بسیار هنگفتی بود. و وقتی خبر منتشر شد، با اینکه اون موقع جمعیت باسواد ایران کمتر بود، عصر ارتباطات نبود، ولی آنچنان اطلاع رسانی شد که کشور به خروش اومد و چنان عرصه بر دولت تنگ شد
که نه تنها نتونستن قرارداد 1919 رو به مرحله اجرا بگذارن و مجبور شدن قرارداد ملغا کنن، بلکه خودشون هم دولت رو از دست دادن، یعنی نخست وزیر و وزیرانش. اونجا هم خواستن لاپوشانی کنن و تا هنگامی که منتشر شد چیزی نگفتن. مسئله رشوه هم نشریات انگلیسی لو دادن. بعدها این پولایی که رشوه گرفته شده بود توسط رضا شاه وقتی به ایشون به قدرت رسید از این سه نفر گرفته شد و به خزانه کشور ریخته شد و اون رشوه هایی که بریتانیا پرداخت نشد. قرار داده که به نام برنامه جامعه 25 ساله همکاری های چین و هند، چین و ایران اخیرا منتشر شد، از این دیدگاه همانندی های بسیاری داره با قرارداد 1919. ولی اگه در عنوان سخن من نوشته می شد 1919 دیگری رقم نخوره، برای خیلی از همیهنان آشنا نبود. از سوی دیگه 1919 اجرا نشد، بلکه به خاطر ایستادگی میان پرستان ملغا شد، در حالی که ترکمنچای برای مردم آشناتره و شوربختانه اجرا شد. خب یه قرارداد به نام قرارداد همکاری 25 ساله جامعه منتشر شده و گفتن همینه، چیز دیگری هم نیست. نخست اینکه اینها مدت طولانی است جمهوری اسلامی با چین در گفتگو بوده برای اینکه به توافقات خیلی مفصلی دست پیدا بکنن و این توافق‌ها رو اخیراً نه به میل خودشون بلکه از دو منبع مطلب زد بیرون که دیگه ناچار شدن یه چیزی به نام ویرایش نهایی برنامه جامعه 25 ساله منتشر کنن که دست خیلی از شما احتمالاً رسیده. دو تا جایی که این جریان افشا کردن، یکی احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بود که عنوان کرد یه همچین قراردادی بسته شده، امضا شده، رئیس جمهور و وزیر خارجه هم پاش واستادن و این اصلا حاکمیت ملی ایران رو زیر تهدید میبره. نخستین کسی که درون ایران صحبتش کرد احمدی نژاد بود. مجله معتبری هست به نام پترولیوم اکونومیست، این ارگان اومد نه تنها در مورد این قرارداد مطالبی رو منتشر کرد، بلکه بخشهایی رو ازش منتشر کرد که توی اون 18 برگی که به نام برنامه 25 ساله در اختیار من و شما قرار گرفته نیست، بخش بسیار حساس و مهم نیست که اونجا نیست. در مورد قرارداد من یک توضیحاتی میدم که اونجا چه مواردی رو در بر میگیره، بعد میگم چرا این از نظر منافع ملی و از نظر اینکه میتونه ناقض استقلال ایران باشه و یک نفوذ بیکرانه و گسترده‌ای رو به چین بده در غرب آسیا خدمتتون خواهم گفت. مورد قراردادی که در اومده، اون چیزی تو اون برنامه 25 ساله است، اولا نامش همکاریه چین و ایرانه، در حالی که شما وقتی تمام این 18 برگ رو میخونید ایران کاری برای چین نمیکنه، همه کارا قرار در ایران انجام بشه برای چین. بنابراین این گونه نیست که شما یه کاری میکنید در چین مثلا 4 تا پروژه شما انجام میدید 5 تا پروژه اونا در ایران انجام میدن، اصلا همه چی در ایران رو کنید. جریان به این صورته که دولت چین به شرکت های چینی 400 میلیارد دلار وام میده، وام بسیار بسیار با بهره پایین، که اینها بیاین در ایران توی برنامه 5 ساله این 400 میلیارد رو تو بخشای مختلف که الان خدمتتون میگم هزینه کنن. بعد شرکت ها پولشون رو میگیرن به اضافه سودی که باید تو مشارکت باشه تو هر کاری. دولت چین به خاطر این کار چاخ‌کنی برای شرکت‌های چینی دو تا امتیاز بزرگ می‌گیره. یه امتیازش این دو امتیاز تو پترولیوم اکونومیست نوشته شده در حالی که جمهوری اسلامی منتشر نکرد. یکی اینه که بابت خرید نفت ایران دو تا تخفیف دریافت می‌کنه که مجموع این دو تخفیف 32%. یعنی اینها هر چقدر قیمت روز نفت باشه، مثلا فرض کنید قیمت روز نفت خلیج فارس باشه 50 دلار بشکه‌ای، اینا 32% رو نمیدن، یعنی چیزی حدود 15 دلار نمیدن، از ایران 35 دلار می‌خرن.
برنامه 25 سال از توجه کنید صحبتی یه روز دو روز نیست، قرار 25 سال این جریان کش پیدا کنه. از سوی دیگه تو همونجا عنوان شده که نه تنها 32% تخفیف خواهند داشت، بلکه اگر تا 2 سال دیرکت داشته باشن برای پرداخت شامل جریمه نمیشن. شما تصور بکنید چند میلیارد دلار در یک ماه مثلا خرید نفتی است و این پول تا 2 سال دیگه هم داده نمیشه، فقط حساب کنید بهره همچین پولی چقدره. و چین طبیعتا وقتی همچین امکانی رو داره ثبت میکنه، هر چیزی که خرید 2 سال بعد پولشو میده و این زیان دومی که متوجه ایرانه. زیان سوم این است که اصولا چین قرار نیست به ایران دلار یا به قول امروزی ها هارد کارنسی بده، نه دلار نه یورو رد و بدل نخواهد شد، قرار ارز سیال باشه. ارز سیال یعنی اون چی که خودمون توافق میکنیم که طبیعتاً چینی ها یوان رو جلو کشیدن. بنابراین چین 32% تخفیف میگیره روی خرید نفت ایران، میرود تا 2 سال پولشو نمیده، یعنی امروز خریداری کرده تا 2 سال میتونی کشش بدی بدون جریمه، و در ضمن تا موقعی که میده یوان میده و توافقی میتونن تهاتوری هم کار کنه، یعنی میگه بخششو یوان به شما میدم، بخش شما مثلا از ایران خودرو از چین خودرو ببرید یا اسباب بازی ببرید یا چیزای دیگه که بذات بازرگانی بیاره به بخش خصوصی در ایران بفروشه. عملا یعنی تقریبا 50% اون چیزی که غالبا با دست ملت ایران بیاد از فروش نفت اینجوری مستقیم نخواهد. خب این طرف چینی برای برداشته. من برای اینکه فقط حدود قیمت به شما بگم، اگه چین از ایران فرضاً روزی 1 میلیون بشکه خریداری کنه در برنامه 25 ساله بالای 100 میلیارد دلار تخفیفی میشه که از ایران گرفته. بالای 100 میلیارد دلار افسون بر اون تخفیف دیر کردم نمیده، افسون بر اون یوان میده و تازه جنسای بنجل خودشون. خب این یه برای قضیه است. ولی دوم قضیه چیه؟ بچه دوم قضیه هم که خیلی دردآوره این است که تو بخشایی که توی اون سند 18 برگه برنامه 25 ساله لحاظ شده میگوید که چینی ها در صنعت نفت و گاز ایران اقدام به سرمایه گذاری میکنن. به طور مشخص باز افشا شده میدان پارس جنوبی است که اونجا هم هست فکر کنم نوشتن، و میدان یادآوران میدان نفتی بزرگی است در خوزستان شمال آبادان فکر میکنم، و یه میدان نفتی دیگه، و پالایشگاه میسازن در ایران، پالایشگاه میسازن در غرب جنوب و شرق. حالا غرب و جنوبش یه توجیه داره، شرق ایران پالایشگاه ساختن برای اینکه از اونجا فراورده های نفتی باز بره به طرف پاکستان که متحد چینه. یعنی برنده تا اینجا هرچی نگاه میکنید چینه. میخواهند که راه آهن آسیای میانه رو بیارن به ایران، ریل بکشن و به مشهد وصل کنن، و از سوی دیگر پل بزنن از اونجا به بندرعباس یا بوشهر در جنوب. یعنی ما خط راهن سراسری از جنوب به شمال ایران داریم که زمان رضا شاه کشیده شده، نمیخوان از شمال غرب به شمال شرق به جنوب غرب بکشه. چرا؟ ما که کارمون داره با راهن فعلی راه میفته، به خاطر اینکه میخوان جنسای چینی رو بعدن بتونن از طریق راهن هم بیارن و در کشور پخش کنن. اگر خلیج فارس از دستشون در اومد و مثلا فرض کنید نیروهای قدرت دیگری در اونجا مستقر شد، گفتن سدسازی و نیروگاه سازی انجام میدن، یعنی بخش انرژی کلن در تیول چینی ها قرار میگیره. توجه کنید قرار این کارا رو شرکت های چینی بکنن نه شرکت های ایرانی. این 400 میلیارد دلار ایجاد اشتغال برای جوان بیکار ایرانی نمیکنه. شما جای دیگر دنیا وقتی که یک قدرتی مثلا آلمان، امریکا، ژاپن میرن سرمایه گذاری میکنن، یکی از موارد قرارداد اینه که شما باید شرکت محلی رو به کار بگیرید، شرکت ساختمانی، شرکت تأسیسات، شرکت مالی، شرکت تکنولوژی فناوری، برای چه اینکه ایجاد کار بکنید. ما در این 400 میلیارد دلاری که دارید میگیرید شما باید بخشش به خود بخش خصوصی ایران برسه، ولی اصلا از این خبرا نیست. چینی‌ها شرکت خودشونو میارن، آدمای خودشونو میارن.
خب جدا از سد و نیروگاه و مسئله نفت و گاز و راهن که خدمتون گفتم، چیز خیلی بامزه در این سند این است که چین برای ایران تشکیلات و تأسیسات درست کنه که بتونه از انرژی های پاک یا تجدید پذیر استفاده کنه. به نفت و گاز و زغال سنگ و اینا میگن انرژی تجدید ناپذیر، چون مصرف که کردی تموم میشه، بالاخره یه موقع ذخیره جهان تموم میشه. ولی انرژی تجدید پذیر به پایان نمیرسه، مثل انرژی باد، مثل انرژی خورشیدی و انرژی موج دریا مثلا، اینا همیشه هست، هر چقدر بتونید تولید کنید بازم هست، پایانی نداره. حالا چینی ها اونجا تو قرارداد نوشتن که تو زمینه انرژی های تجدید پذیر مثل آب و انرژی خورشیدی و انرژی گرمایش و انرژی موج دریا اینا که بهشون میگن انرژی پاک چون آلودگی ایجاد نمیکنه، به ایران کمک میکنن. خواهش میکنم پس از برنامه گوگل کنید در اینترنت، ببینید تعداد مرگ و میر چینی ها در اثر آلودگی سوختن زغال سنگ به عنوان بزرگترین منبع انرژی در چین در سال فقط در دو شهر پکن و شانگهای چقدره. فقط در این دو شهر نزدیک 100 هزار نفر، در کل چین 250 هزار نفر بنابر آمار خود دولت چین در اثر آلودگی هوا به خاطر زغال سنگی که به اتمسفر میره میمیرن. حالا جمهوری اسلامی به این کشور که نه با انرژی پاک کار داره، نه با اصلا با بهداشت سر کار داره و خودش بزرگترین تولید کننده انرژی ناپاک تو آسیاست، میخواد بگه بیا به من انرژی پاک و تکنولوژیشو بده. یه مقدار کار از حالت جدی گذشته بعضی خود به طنز تلخ میرسه. من فکر کنم که همه ما وقتی همچین چیزایی میبینیم، اون چیزی که تو ذهنمون جلوه میکنه این است که مطمئنن برای همچین قراردادی پولهای هنگفتی به عنوان کمیسیون و رشوه داده شده، وگرنه رو برخی از موارد این قرارداد یک آدم با سواد متوسط، حتی با شرف متوسط هم زیر بار نمیره، چه برسه یه همچین قرارداد بسیار هولناکی که حالا ادامه داره. یکی دیگه از موارد مسئله شیلاته. چینی ها برای صید ماهی، میگو و بقیه خوراکی که از دریا میتونن بگیرن حق دارن که بنادر و جزایر ایران رو در اختیار بگیرن با اولویت. خب این کلن شیلات ایران رو تعطیل میکنه، عملا یه سری زیاد آدم رو بیکار میکنه. ماهیگیرهای سنتی رو هم در بنادر جنوب که خودشون تا الان با دشواری روبرو بودن بدبختر میکنه. ما میگیم برای سیستان بلوچستان کار بکنید، حالا چهار تا ماهیگیر تو چابهار هم بدبختا از زندگی ساقط میشن. بوشهر و بندر عباس و دیلم و جاسک و بندر گناوه و اینام که در ادامش. جزیره کیش رو قرار برای گردشگری در اختیار بگیرن. جزیره کیش جمهوری اسلامی استفاده بهینه ازش نمیتونه بکنه به خاطر مقررات اسلامی. خب اونجا به هر حال محدودیت هایی هست به خاطر مسائل شرعی و اینا، و خب عمده کسایی که میرن کیش کنم بالای 90 درصد ایرانی هست، شاید 10 درصد غیر ایرانی به جزیره کیش بره. حالا چینی ها گفتن ما میایم اینجا رو در اختیار خودمون میگیریم، طبیعتا قوانین خودمون هم اعمال میکنیم و تبدیلش میکنیم مثلا به یه مرکز توریستی که استانداردهای اسلامی نداشته باشه که توریستای چینی بیان و توریستای احتمالاً جای دیگه. تنها جایی که نسبتاً مردم ایران میتونن نفس توش بکشن و با نسبتاً هزینه کمی اونجا برن جزیره کیش بود که اونم به این صورت از دست میره. یه نکته مهم پیش از این وارد بحث بعدیش بشن که خیلی دردناکه اینه که شما مشارکت در پروژه اقتصادی بسیار خوبه، هیچ کشوری نباید منزوی باشه، شما باید با اروپا کار کنی، با آسیا کار کنی، با امریکای شمالی کار کنی، با حتی کشورهای منطقه کار کنی برای پروژه مشترک. یک کشور مقتدر که دنبال منافع ملیه و برای هموطنهای خودش هم اعتبار قائله میخواد ایجاد کار بکنه، ایجاد رفاه بکنه، چی میتونم بدم، چی بگیرم که برای شهروند من بهترین حالت باشه و آبروی کشور حفظ بشه، منافع ملی حفظ بشه.
اما شما توی این گونه کارها معمولا یک روال خیلی ساده ای دارید. مثلا شما میگید ما میخوام راه رو باز بذاریم، مثلا ایتالیایی‌ها بیان در ایران کار کنن. خب شرکت ایتالیایی میان، مثل شرکت آلمانی، مثل شرکت ژاپنی، مثل شرکت هندی، مثل شرکت کانادایی، میان در یک مناقصه شرکت میکنن روی پروژه‌ای که شما تعریف میکنی. شما یعنی مثلا وزارت صنعت و معدن ایران، وزارت صنایع سنگین ایران، وزارت راه و ترابری ایران یا وزارت نفت ایران، اونا تو مناقصه شرکت میکنن، بهترین شرایط رو هر کی داشت دولت اعلام میکنه آقا این شرکت از ایتالیا یا این شرکت از استرالیا اینو برنده شد. تمام جهان این رسمه، فرق هم نمیکنه شما کشور ضعیف‌تر باشی یا نیرومندتر باشی، این کار انجام میشه. ولی شما هیچگاه کشور رو کنترات در اختیار یک قدرتی که مشخصاً آزمنده و حرص زیادی داره و تشنگی بالایی داره برای اینکه خودش رو در مناطق دیگر آسیا جاپا براش باز کنه، مستقر کنه و بعد در اونجا بهره‌گیری نظامی امنیتی هم بکنه، همچین کنتراتی شما نمیدی. یعنی کشور یک جا سرقفی شو بیده در اختیار همچین کشوری. توجه کنید این کار رو دارن با هلند نمی کنن، این کار رو با کانادا نمی کنن که کشورهای تقریبا خونسایی هستن، دست کم قدرت نظامی یا امنیتی یا اتمی ندارن که ترسناک باشه. ولی چین وضعیتش مشخصه. اینجوری کنترات دادن به چین مانند اینجوری کنترات بدی به امریکا یا به روسیه یا 100 سال پیش میخواستن بدن به بریتانیا. اگر که امکانی باشه که سرمایه گذاری خارجی برای ایرانی ها ایجاد اشتغال بکنه و در ضمن در یک رقابت پاک و جوانمردانه با شرکت های داخلی و بیرونی دیگر باشه، هر کی برد بیاد کار انجام بده. ولی توجه کنید نه ایجاد اشتغال برای ایرانی ها قرار بکنه، نه قراره که در یک مناقصه پاک و درست این کاری انجام بشه. چطور مناقصه در کار نیست. اگه مناقصه باشه احتمالاً بین شرکت های چینی خواهد بود، کسی دیگری نخواهد بود. بس. حالا چیز دیگری که باز مطرح شده که باز تو این برگه، تو این سند 25 برگه جمهوری اسلامی بیرون نداده ولی افشا شدم چنان که خدمتون گفتم، مسئله این است که چینی ها 110 تا کارشناس نظامی میفرستند برای سری آموزش ها، کارشناس نظامی و امنیتی. طبیعتا بخششون برای مسائل امنیت داخلیه، برای مسئله سرکوب و کنترل ملت، در این شکی نیست چون چینی ها خودشون استاد این کارن. احتمالاً یه مقدارم در رابطه با سیستم های رادار و پهباد و مسئله شاید دفاع موشکی اینا باشه. 110 تا هم قراره که از نظامیان ایران، حالا قید نشده که سپاه، ارتش یا هر دو، به چین برن برای گرفتن آموزش. 4000 تا چینی میاین که در سیستم های امنیتی جنگ الکترونیک و تامین امنیت شبکه مستقر بشن. خب دیگه من فکر کنم IQ خیلی بالای نیاز نداره که شما متوجه بشید که برای همچین اتفاقی چینی ها یک خانم آموزگار یا آقای استاد دانشگاه رو نمیفرستن. کسایی که خواهند اومد از ماهرترین و زبده‌ترین ماموران امنیتیشون خواهد بود که هم جاسوسی در ایران رو انجام بدن، هم رد پایی که اینجا از خودشون میگذارن همیشگی باشه و هم طبیعتاً بتونن استراق سم بکنن از نیروهای دیگری که در منطقه هستن مثل امریکایی‌ها، اگر بتوانند برای جمهوری اسلامی کمک امنیتی باشند که یه مقداری در دروازه های نظام رو ببنده. دقت کردید شما توی دو هفته گذشته چندین انفجار بزرگ رخ داده که برخیش تو مراکز نظامی بوده، برخیش تو مراکز هسته‌ای و تعداد اینا یکی دوتا هم نبوده، از حالت سانحه و حادثه بیرون بوده. یکی از مقامات امنیتی اسرائیل به طور غیر رسمی گفت که کار اونها بوده. جمهوری اسلامی گفت سانحه بوده، اتفاق دوم هم گفت سانحه بوده، سومی رخداد سوم هم گفت اینم پیش آمد بوده و دیگه بعد آغاز کرد به سکوت. به نظر میاد که در و پیکر جمهوری اسلامی از نظر امنیتی و اطلاعاتی باز شده، از این رو خیلی راحت مراکز هسته‌ای و نظامی و امنیتی
در کشور مورد هدف قرار میگیره، نه اینکه کسی بخواد بهش بمباران کنه، بلکه از درون انفجاری انجام میشه و اون جریان از میان میره اون مرکز، یا آسیبی میبینه که 2 سال 3 سال 5 سال عقب. فکر کنم جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسید که این کار اینها نیست، دارن چینی ها رو میارن که به نوعی یک سپر ایجاد کنه و اینها رو جمع و جورشون کنه. من فکر میکنم علتی که 4 سال 3 سال با چینی ها دارن چونه میزنن، این مسئله دیروز و امروز نبوده، ولی توی 1-2 هفته گذشته بالاخره امضا کردن این به اصطلاح قرار داد، و این است که مسائل امنیتی که توی این چند روز پیش آمد خیلی بیش از پیش اینا رو ترسون و اینا در حقیقت زیر فشار تن دادن که افسونه بر مسائل اقتصادی و بازرگانی، مهمترین بخش رو که مسئله امنیتی و نظامی است، پای چینی ها رو به ایران باز کنن. صحبت از این شده حتی 3 تا پایگاه، پایگاه هوایی شاهرخی همدان، پایگاه شکاری بندرعباس و پایگاه شکاری چابهار هم در صورت نیاز میتونه در اختیارشون قرار بگیره. خب مجموعه اینها اگر مستمر شدن نیست چیه؟ شما اولا تمام بخش‌های کشور رو غیر از بخش آموزش، اونم برای که جمهوری اسلامی میخواد آموزش پرورش و دانشگاهش دست خودش باشه برای مردم روزه بخونه، غیر از بخش آموزش پرورش و آموزش کلا داری عملا دست چینی‌ها رو باز می‌ذارین تو 25 سال. حالا 25 سالی که اگرم انجام بشه تمدید میشه. تو صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری که چینی‌ها می‌خوان بکنن فقط برای اینه که امنیت دریافت نفت رو خودشون در سال‌های آینده داشته باشن. در حقیقت تامین امنیت چگونه است؟ خط لوله می‌خوان بیارن به مرز شرقی. پالایشگاه می‌خوان بزنن در نزدیکی مرز ایران و پاکستان. یعنی همش واسه خودش از نظر راهبردی، چرا ایران باید پالایشگاه بزنه در مثلا فرض کنید نزدیکی مرز پاکستان؟ ما که اونجا مصرف کننده نداریم، جمعیت کمی داره سیستان بلوچستان، اونا از نظر مصرف انرژی بسیار پایینه. خب این برای اینه که ما این رو هم در اختیار یا چین یا متحدش یعنی پاکستان قرار بدیم. از بود راهن همینطور میخوان بیارن ریل رو بکشن برای اینکه بتونن کالای خودشونو بیارن، وگرنه ما که از شمال به جنوب راهن داریم، چرا شمال شرق قرار راهنش بره به پایین؟ چرا؟ برای اینکه میخوان از طریق مشهد راهن به ترکمنستان وصل بشه و چینیا بتونن از اون ور کالا بیارن. برنامه‌شون اینه برای کلاً سده آینده ایران رو بکنن یه بازار مصرف کالای بنجل چینی، و عملاً شما وقتی اجازه میدی مستشار نظامی بیاد، مستشار امنیتی بیاد و توی به اصطلاح محرمترین حیات خلوت شما آدم بگذارن برای اینکه میخوان به شما کمک بکنن، مثلا غیر ممکنه که اینها آدمهایی رو نخرن، تو سیستم نداشته باشن و در دراز مدت عملا ایران رو قبضه نکنه. قراردادی که نه برای جوان ایرانی ایجاد کار میکنه، نه برای شرکت‌های ایرانی فرصت ایجاد میکنه، نه نظر راهبردی به درد گسترش زیرساخت‌های کشور میخوره، نه کشوری که در این کار نمونه هست دعوت شده. مثلا در مورد انرژی‌های تجدید پذیر خدمتتون گفتم خود چین با زغال سنگ داره آدما رو میکشه در چین، حالا اینا میخوان بیان در ایران به ما بگن چگونه انرژی پاک استفاده کنیم برای کشوری که دومین دارنده ذخایر گازی جهانه یعنی ایران. شما میخواد بیاید سرمایه گذاری کنیم مثلا ما از موج انرژی بگیریم، یا در منجیل مثلا 2 تا آسیاب را بندازیم، جوگاه بادی بزنیم، مثلا 2 واحد روستایی ازش بهره مند بشه. این کارهای نمایشی که جمهوری اسلامی 40 ساله کرده باز تو این قرارداد گذاشتن، همه و همه واسه اینی که باج که در بخش صنعت نفت و در بخش نظامی و امنیتی میدن دیده نشه. ما در جنبش رنسانس ایرانی گفتیم جنبش ما جنبش فرهنگیه. مطلبی که من عنوان کردم از نظر خیلی مطلب سیاسی ممکنه عنوان بشه، اگه به سرنوشت کشور مربوطه سیاسی قلمداد میشه بذارید بشه، ابایی نداریم. مسئله کشوری است که داره استقلالش رو و داره اعتبار و آبروش رو از دست میده. جمهوری اسلامی نظامی است که آزادی رو از مردم دریغ کرده، اقتصادش به ورشکستگی کامل رسیده،
و از این نظر واقعا کارنامه های صفر داره، نه کارنامه تجدیدی، کارنامه رفوزگی مطلق داره. ارز ملی ایران یکی مونده با آخر یا آخریست در جهان، در جهان. من حتی سودان و سومالی رو هم دارم حساب میکنم. و بعد شما میایین توی این مجموعه میبینید که امنیت هم که مدتی سخته، آتش سوزی های عجیب غریب، انفجار های عجیب غریب، زدن هواپیمای مسافربری توسط موشک خودشون، موشک انداختن توی بیابون به بهانه انتقام سخت. یعنی جمهوری اسلامی امنیت، آزادی، اقتصاد و هر آنچی که شعارش داده بوده از ایرانی ها گرفته و یا دریغ کرده. استقلالی رو که شعارش رو میداده و رجزخونی میکرده و 41 سال بابتش دل مردم ایران رو خون کرده، با جهان شروع کرده دعوا رو انداختن و خودش رو منزوی کرده و به خاطر این انزوا چند نسل ایرانی ها سطح زندگیشون به مراتب پایین تر از اونجاییست که باید باشه و کشور ارقام نجومی چندین تریلیون دلار زیان دیده، امروز همون استقلالی رو هم که شعارشو میداد داره میذاره وسط به حراج. چرا؟ برای اینکه میخواد بمونه و دنبال قدرت بزرگی میگرده که بهش کمک کنه و اون رو از تو شرایط تحریم و فشار که ممکنه به خیزش‌های خیابانی بزرگی تو ماهای آینده بی انجامه دور کنه. استقلال یک کشور امروز با 200 سال پیش یا 100 سال پیش متفاوت تعریف میشه. قدیما بریتانیا میرفت هندوستان رو مستعمره میکرد، میرفت جامائیکا رو مستعمره میکرد، میرفت مصر رو مستعمره میکرد، فرانسه میرفت این کار در مراکش و الجزایر رو تونس میکرد، دیگران همینطور، پرتغال در برزیل، بلژیک در آنگولا و از این دست. و وقتی اینا میامدن خارجی رو بیرون میکردن، استقلال پیدا میکردن، حاکمیت ملی پیدا میکردن. امروز استقلال تقریبا همه کشورها مستقلن، هیچ کشوری رسما مستعمره جایی نیست. استقلال در این است که شما منابع ملی کشور رو به کار بگیری، بتوانی سطح رفاه رو بالا ببری، کاری بکنی که تصمیم گیری ها در درون کشور با مردم باشه، بدون ستیز با جهان بیرون، بدون دشمن تراشی از قدرت‌های کوچک و بزرگ جهان. اینی که در نظر بگیری هدف از بودن یک حکومت در یک کشور ایجاد امنیت برای مردم، ایجاد اقتصاد والاست، سرفرازی کشوره، کشوری که مردمش در بیرون تحقیر میشن به خاطر ماهیت حکومتشون، جوانش آرزوش اینه که از یه راه زمینی و دریایی و هوایی خوش برسونه به اروپا یا امریکا یا کانادا و استرالیا. بخشی از دخترانی که دچار گرفتاری یا کم بضاعتی یا بی بضاعتی میشن به کشورهای خیلی کوچکتر و ضعیفتر ولی ثروتمندتر منطقه برند برای تنفروشی، اینها همه ناقض استقلاله. کسی که خودش رو با قایق میخواد برسونه از فلان منطقه به جای دیگری در اروپا، یا ایرانی که از اندونزی زن و بچهش رو سوار قایق میکنه که خوشو برسونه استرالیا و غرق میشه، و این اتفاق متاسفانه هر هفته و هر ماه داره در جهان رخ میده، اینها نقض استقلالی کشوره. استقلال و سربلندی به فوش دادن و بد و بیرا گفتن به امریکا و انگلستان و آلمان و ژاپن و روسیه نیست. استقلال در اینه که شما بتوانید کشورتو به گونه‌ای اداره کنی که شهروند شما سرشو بالا نگه داره، نه جوانش مجبور بشه به وضعیتی بیفته که آرزوش رفتن به کره جنوبی و ژاپن برای عملگی باشه، نه خودشو بزنه به ببنده به زیر تریلی و زیر قطار برای اینکه خودشو از چه میدونم ترکیه برسونه به یک منطقه اروپایی، یا در قایق غرق بشه که میخواد خودشو برسونه به یونان که بیاد تو اتحادیه اروپا. استقلال موقعی معنا داره که شما بتونید پول ملی تو دست بگیری، بری توی صرافی یه جای دنیا بگی آقا من میخوام اینو عوض کنم یورو بگیرم، یا عوضش کنم پوند انگلیس بگیرم، و یورو به شما نخنده و شما رو بیرون نکنه. اون یعنی استقلال. استقلال اعتبار یک کشور جهان امروز، امروز که کسی مستعمره نیست. کنترل دادن امور کشور به چین نقض استقلال عملی ایرانه و بدتر شدن وضعیت ماست. چین
حکومت چین حکومتی است که به مردم خودش رحم نمی‌کنه. وای با حال مردم ما. حکومتی است که در کنترل پلیسی و سرکوب و سیاه نمایی و جنگ روانی استاد بی‌رقیب در جهانه و جمهوری اسلامی هم شاگرد اونه. تا حالا آموزش‌های پراکنده میگیره و از الان به بعد آموزش‌های کاملا سیستماتیک میگیره. و آنچه در پایان میخوام بگم این است که اعتراض های گسترده و بسیار بسیار تند خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه در عقب زدن حکومت برای اینکه این قرارداد نهایی نشه. یه مطلب خدمتتون بگم، ما توی آنچه که در جهان دیپلماسی میگن بین کشورها شما موافقت نامه میتونی داشته باشی، بهش میگن agreement، میتوانی معاهده داشته باشی یا پیمان، بهش میگن treaty. مثلا میگن پیمان گلستان یا معاهده ترکمنچای. اونا چیزاییست که انجام شده قطعیه و داره اجرا میشه، معاهده پاریس مثلا. ولی اگریمنت یا موافقت نامه یعنی دو تا دولت به توافق رسیدن، ولی اجراش ضامنش این است که یه جای دیگه هم تایید کنه. مثلا حالا فرض کنید یه کشوری باید مجلسش یا مجلس سناش تایید کنه. جمهوری اسلامی این سندو که بیرون داده، نخست اولا میگه پیشنویسه، در حالی که در سند نوشته که ویرایش نهایی، یعنی نسخه نهایی. در یه جای میگه این پیمان جامعه 25 ساله است، در یه جای میگه برنامه جامعه 25 ساله است، در یه جایی میگه موافقت نامه است. یعنی جمهوری اسلامی حتی این روشن نمی‌کنه که این منوط به تایید مجلس باید باشه یا نه. حالا درست مجلس مجلس حکومتی است، ولی شاید زیر فشار افکار عمومی، شاید به خاطر جلوگیری از آبروزی دل خودشون بیاد. در حال جمهوری اسلامی تو همه این مواردی که من گفتم خواسته مطلب رو لاپوشانی کنه و به عنوان یک ایرانی، چه خودتون سیاسی میدونید چه نمی‌دونید، چه مخالف جمهوری اسلامی هستی، چه موافقید حتی. یعنی حتی من تا این حد میگم. اگر خودتون رو ایرانی میدونید، باید گسترده اعتراض کنید. از هر راهی که میتوانید صدای مخالفتتون رو بلند کنید. و حتی اگه شده با نافرمانی از حکومت نشون بدید که آخرین چیزی هم که به ظاهر برای این کشور باقی مونده بعد از دست دادن آزادی و اقتصاد امنیت، یعنی اون استقلالی که دست کم در حرف مدعیش هستن، اون رو هم از دست ندیم که وضعیت ما متاسفانه تو این سالهای بوده. هر روز گفتیم دریغ از پارسال، امیدوارم که تو این زمینه به اینجا نرسیم. خیلی سپاسگزارم از توجهی که کردید.